كالبهو أتري من هباه فطار القصيد يهاجي الهوى رياح السموم. بعض روزا هست فرهنگ های دیگر، فرهنگ های دیگر هست، روز زن، روز مادر، روز طفل، روز فلانی. چند روز پیش یکی از رادیوها مرا تقاضا کرده بودن، یک خانم بود از حقوق زن و از حقوق بشر دفاع میکرد به نام انارکلی هنریار چطورکایی، بسیار روز زن توصیف میکرد. مفتوم امی هم از سادگی و عاجزی و بیچارگی زن است که مردا بازی دارشان 364 روز روز مرد گرفتن، یک روز روز زن ساختن. اگر من یک کس بگوید که بر روز مرد تجلیل میکنه، من گفتم بد میکنی یک روز روز مرد، چی کنم یک روز ده بسه یک سال، یک روز روز من، کل روز ها روز من است، کل شب ها شب است، کل روز ها روز خداست، من بنده خداستم، همیشه باید روز من باشه. چرا روز زن مثلا در غرب است؟ چرا روز مادر در غرب است؟ چرا روز پدر در غرب است؟ چرا روز طفل در غرب است؟ به خاطر که در غرب ورشکستگی در فامیل صورت گرفته. چرا؟ بچه جوان رو وقتی که جوان شد یا از خانه خودش میره یا پدر خود در بین موتر میشنه راستن میبرید در کمپیر خانه، پدر جان تو پیر شدی برو در کمپیر خانه اونجا زندگی کن، مادر جان تو کمپیر شدی به درد ما نمیخوری برو در کمپیر خانه. وقتی که مادر و پدر در کمپیر خانه روان کرد، این بیچاره خود غم از غم از غم از به خاطر که میگه دلش نکفه، یک روز به نام روز مادر ساختن که باز اونجا یک دستگل پیشش ببره. اما ما مسلمان ها چه مجبوریت داریم به روز مادر؟ چون همیشه مادر ما در پالوی ماست، 24 ساعت مادر خود احترام میکنیم. اگر مادر و پدر ما احترام میکنیم، خدای عزوجل گفته ولا تقل لهما اف، در مقابل مادر و پدرت اف نگو، احترامش بگو. وقفت لهما جناح الذل، بالهای ذل، یک عالم میگه، میگه مرغا که جنگ میکنه یک دو تا خروسا وقتی که بسیار مانده شد باز بالای خودم کشال کشال میکنه، یعنی من تسلیم هستم دیگه. میگه تو در مقابل مادر و پدرت مثل اینه میواره، اما تو بالای تمیشه بگو مادر جان پدر جان هر چی که گفتی به سر چشه. پس چیز رو است که ما روز پدر یا روز مادر داشته باشیم. اطفال بدون لاوارث و بی پدر و بی مادر هستن، میگه برای ازیام یک روز بتیم باز پدرها برن برای ازیام یک دستگل ببرن که طفل بی مادر و بی پدر باز هم در زندگی متأثر نشه. بین البهوی هم نتریه من هباه فطار قصید یوحک الهوا ریاح السموم.